بلند شن برن قم، لابلای کتاب های شیعه رو نگاه کنن ببینن کجا اهانت به مقدسات اهل سنت، از اون عکس بگیرن بیان پخش کنن تو محافل سنی. ببینید آقا این کتاب های شیعه است. یا یک گوینده نادان غافل یا مقرضی روی منبر نسبت به مقدسات اهل سنت یه حرف مهمل و بدی بزنه، این رو نوار کنن، سیدی کنن، برن اینجا اونجا اونجا پخش کنن. ببینید آقا این چی است؟ این رو به او بدبین کنن، او رو به این بدبین کنن، این معناش چیه؟ و تته بر ریخ و کمینجه، یعنی همین دیگه. وقتی اختلاف پیدا شد، وقتی تفرقه پیدا شد، وقتی نسبت به هم سوء ظن وجود داشت، وقتی یک دیگر رو خائن دانستیم، طبیعت است که با هم همکاری نخواهیم کرد. همکاری هم اگر بکنیم صمیمی نخواهیم بود با هم. این همون چیزی است که اون دشمن دنبال اوست. هم عالم شیعه هم عالم سنی باید این رو بفهمند، این رو درک کنند. بدیهیست دو تا مذهب در برخی از اصول، در برخی از فروع با هم اختلاف دارن، البته در بسیاری هم با هم اتحاد دارن، اما اختلاف به معنای دشمنی نیست. فتاوای فقهای شیعه در مواردی 180 درجه با هم اختلاف داره. فتاوای ائمه اهل سنت در مواردی بسیار با هم دیگه اختلاف داره، اما لزومی نداره وقتی اختلاف داره انسان به هم دیگه بدگویی کنن، فحش بدن. خیلی خب او مذهبش اینه، اونم مذهبش اینه. نگاهه، یعنی هیچ کس نباید خیال کنه که اهل بیت پیغمبر مخصوص شیعن، متعلق به شیعن، نمال همه دنیای اسلامن.